الان در اجلاس قانون درباره صنعت قبول شد و زمینه حقوقی برای رشد صنعت فراهم گردید. به نظر شما تنها قبول قانون در مورد صنعت میتونه به رشد صنعت تاجیکستان مساعدت کنه، در حالی که امروز تاکید شد که در سهم محصولات صنعتی در مجموعه محصولات داخلی تنها 15% را تشکیل میدهد. ببینید کشور ما تو امروز کشور اگراری است، این معنی را دارد که در مجموعه محصولات داخلی حصه صحه اگراری زیاد است، 21 تا 23% و حصه صنعت پایان بود تا 9%، 12% و امروز تا 15% رسیده است. اساسا ببینید رشد مجموع محصولات داخلی در سال 2016 از حساب صنعت اساسا تامین شد، چون که در ساحه صنعت رشد مجموع محصولات 16% را تشکیل کرد، حالا که در ساحه کشاورزی تخمینا 5%، در ساحه مثلا خدمت رسانی ما 2.5% پایان روی داشتیم. و اگر ما میخوایم کشوری خوب پیشرونده باشیم، اگر ما میخوایم که آینده سطح و صفت زندگی بلندتر رو تامین کنیم، ما میخواهیم نمیخواهیم باید که رشد ساحه صنعت رو تامین کنیم، و برای این پیشبردی سیاست موفق و گویم ثمرناک صنعتی لازم است که من امروز قانون قبول شد و اون حتما تطبیق آن باعث باز هم رشد صنعت در سطح بلند میگردد. در همین اجلاس تاکید شد که بنیاد کارخانه های بزرگ، چون کارخانه های تولید سیمنت و این کارخانه ها راه حل مشکل نیست، باید که صدها هزارها کارخانه خرد میانه باید تاسیس شد و جاهای کاری زیاد هم تشکیل شد. به نظر شما این امکان پذیر است در شرایط فعلی؟ البته یک بار کارخانه های زیادی صنعت ساخته نمی شود. این رشد هر یک ساحه وابسته است به امکان های ما، وابسته به محیط سرمایه گذاری که در جمهوری تاجیکستان است. ببینید همه چهار را اندیشته ایستادم برای مهیا کردن شرایط یا که محیط سازنده، محیطی که در آن سرمایه گذاری خارجی توانند در ما سرمایه گذاران فعال باشند و حقوق آنها را ما حمایت کرده توانیم، و این محیط ساخته شده است، این محیط هست و امکانات ها از امکانات ها بسیار چیز وابسته است. امکانات ها این ذخیره ها است، ذخیره های چی ذهنی، چی ذخیره های طبیعی و غیره. البته در یک روز چی ساخته نمی شود، ولی مهم است که ما سیاستی درست داشته باشیم. یعنی من سیاستی مثلا اقتصادی رو در نظر دارم، سیاست در ساحه صنعت رو در نظر دارم، سیاست در ساحه سودا و غیره سرمایه گذاری نظر دارم، و ساختارهای داخلی که در این سهم خوب وظیفه خود را سر وقت اجرا کنند.